وعده بایدن برای سخت‌تر کردن قوانین اسلحه، بالا گرفتن خشونت‌ها در ایرلند شمالی، سردرگمی واکسیناسیون در اسپانیا، انتقاد تند از کاخ سفید برای احیای برجام، بازگشایی یک فروشگاه آنلاین برای فروش اجناس دونالد ترامپ، همه در روزنامه‌های جهان. سلام. پیش از مرور روزنامه‌ها، مهمترین خبر در بریتانیا الان خبر درگذشت شاهزاده فیلیپ، همسر ملکه بریتانیا است. فیلیپ شاهزاده یونانی دانمارکی بود که خانواده‌اش در تبعید زندگی می‌کرد. در جریان جنگ جهانی دوم به نیروی دریایی بریتانیا پیوست و با الیزابت دوم ازدواج کرد. دوک ادینبرو از حدود 4 سال پیش در مراسم عمومی شرکت نمی‌کرد و مدت‌ها در بستر بیماری بود تا اینکه امروز در سن 99 سالگی از دنیا رفت. یکی از موانع پیش روی جدای بریتانیا از اتحادیه اروپا مسئله ایرلند شمالی بود. از یک طرف ایرلند شمالی بخشی از بریتانیا است و برگزیت شامل حالش میشه. از طرف دیگر بر اساس توافق صلح جمعه نیک باید رابطه نزدیکش با جمهوری ایرلند رو حفظ کنه که برخلاف بریتانیا در اتحادیه اروپا است. معترضان میگن به رغم وعده‌های بوریس جانسون نخست وزیر، برگزیت بین تبادلات تجاری ایرلند شمالی و دیگر بخش‌های بریتانیا مانع ایجاد می‌کنه، اعتراض‌هایی که به خشونت کشیده. حالا کاخ سفید هم ابراز نگرانی کرده. جو بایدن که خودش ریشه ایرلندی داره، از ابتدا بر حفظ توافق صلح جمعه نیک حساسیت داشت. تیتر اول گاردین، افزایش فشار بایدن بر شماره 10 درباره آشوب‌های بلفاست. شماره 10 البته دفتر نخست وزیر اینجا در لندنه. این نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. حالا که بریتانیا و اتحادیه اروپا در حال اجرای تمهیدات برگزیت هستند، دولت ما هر دو طرف را ترغیب می‌کنه که ثبات سیاسی و اقتصادی ایرلند شمالی رو در اولویت قرار بدن. رئیس جمهور بایدن بی هیچ ابهامی از توافق تاریخی صلح بلفاست و جمعه نیک حمایت می‌کنه. ما معتقدیم باید از این توافق حفاظت بشه و باید اطمینان حاصل کنیم که این توافق قربانی برگزیت نشه. الان 8 شبه که صدها جوان هوادار یک بریتانیای واحد موسوم به اتحادگرایان در شهرهای بلفاست و دری تظاهرات می‌کنند. دیشب هم اونها مواد آتش‌سا و سنگ به پلیس پرتاب کردند. پلیس هم با خودروهای آب‌پاش جواب داد. در این یک هفته بیش از 50 مأمور پلیس زخمی شدند. در پی کاهش محدودیت‌های کووید، امید برای سفر به خارج بیشتر شده. تیتر سمت چپ گاردین، ایجاد لیستی از کشورهای امن امید به رفتن به تعطیلات را بیشتر کرده. طرحی که دولت داره یک سیستم چراغ راهنماست تا از یک ماه و نیم دیگه بشه به بعضی کشورها سفر کرد. اگر تصویب بشه، برای کشورهای سبز تست کووید قبل از سفر و پس از سفر اجباریه، اما نیازی به قرنطینه نیست. کشورهای زرد دو تست کووید پس از سفر و 10 روز قرنطینه. کشورهای قرمز همچنان ممنوع، اما در صورت سفر 10 روز قرنطینه در هتل مورد تایید دولت. به رغم خواسته رئیس جمهوری آمریکا، در بعضی ایالات شهرها تدریجاً محدودیت‌ها را کاهش می‌دهند. از جمله عکس روی صفحه نیویورک تایمز از لاس وگاس و خیابان معروف فریمونت که رقص و سرگرمی بهش برگشته. اما در خود روزنامه نیویورک تایمز، رئیس جمهوری آمریکا از منتقدان سرسخت قوانین خرید و فروش اسلحه است. سمت چپ همین عکس روزنامه میگه بایدن به سمت مهار کردن مصیبت اسلحه قدم بر میداره. آقای بایدن از قدرت فرمان ریاست جمهوریش استفاده کرد و تغییرات رو اعلام کرد. برای مثال از وزارت دادگستری خواست با سلاح‌های دست‌ساز که رواج پیدا کرده برخورد کنه. اما برای تغییرات اساسی تر نیازمند همکاری کنگره است، جایی که بعضی نمایندگان معتقدند حق مالکیت سلاح در متمم دوم قانون اساسی خدشه‌ناپذیره. خشونت با اسلحه در این کشور یک همه‌گیریه و یک سرافکندگی بین المللی. ما باید اسلحه های تهاجمی و با خشاب های ظرفیت بالا رو در این کشور ممنوع کنیم. هیچ یک از توصیه های من ناقض متمم دوم قانون اساسی نیست. این استدلال ها ساختگی هن که میگن گفته های ما حقوق مندرج در متمم دوم رو به خطر میندازه. اما هیچ متممی در قانون اساسی مطلق نیست. این هم روزنامه ال پائیس، عکس وسطش از اعتراضات در بلفاست و آتش زدن یک اتوبوس دو طبقه. تیتر اول روزنامه،
اولین قانون مرتبط با تغییرات جوی برای پایان دادن به سوخت‌های فسیلی. پارلمان اسپانیا برای اولین بار چنین قانون رو تصویب میکنه و اینطور که خبر میگه از 20 سال دیگه خودروهای با سوخت فسیلی در اسپانیا ممنوع میشن و انتظار میده پروژه‌های انرژی پاک با کمک مالی اتحادیه اروپا 300 هزار شغل اونجا ایجاد کنه. به گفته الپاییس، نمایندگان همه احزاب رأی مثبت دادن، به استثنای حزب راست افراطی باکس. سنای اسپانیا هم باید اون رو تایید کنه. تیتر سمت راست روزنامه: از سردرگمی درباره واکسینه کردن کارکنان در بخش‌های ضروری میگه بدون استفاده از واکسن آسترازنکا، چون اسپانیا استفاده از این واکسن رو به افراد بالای 60 سال محدود کرده. اما به گفته روزنامه بیش از 2 میلیون نفر از پرسنل بخش‌های مثل معلمان و پلیس دوز اول واکسن آسترازنکا رو دریافت کردن و الان معلوم نیست توصیه به اونها برای دوز دوم چیه. طرح اسپانیا این بوده که تا 5 ماه دیگه 70% جمعیت واکسینه شده باشن. تیتر اول دیلی نیوز نسخه انگلیسی زبان حریت ترکیه از رأی دادگاه حقوق بشر اروپا خبر داده که گفته اجبار به زدن واکسن لزوماً نقض حقوق افراد نیست. اشاره به شکایت چند خانواده است که مهد کودک‌ها جریمه‌شون کرده بودند چون به بچه‌هاشون واکسن‌های سگانه دیفتری، کزاز و سیاه‌سرفه نزده بودند. توضیح اونها این بوده که واکسن اجباری نقض حقوق شهروندیه، اما دادگاه حقوق بشر اروپا گفته بهداشت و سلامت جامعه ارجحیت داره. عکس روزنامه حریت انگلیسی هم از مردم در شهر استانبول با این خبر که شمار روزانه مبتلایان به کووید رو به افزایشه و گفته کارشناسان از دولت خواستن که محدودیت‌ها رو بیشتر کنه به ویژه در ماه رمضان. روزنامه جروسالم پست به طور سنتی حامی سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در قبال ایرانه. به همین دلیل از منتقدان سیاست‌های کاخ سفید در دوران باراک اوباما بود و حالا هم کاخ سفید جو بایدن. در شماره امروز هم مقاله به شدت انتقادی داره با تیتر بایدن بی بی رو لو میده. آقای نتانیاهو به بی بی معروفه. زیر این عنوان آمده اتاق پژواک اوباما حالا در خدمت بایدنه تا اسرائیل رو زیر فشار بگذاره برای یک توافق بد دیگه با ایران. منظور نویسنده از اتاق پژواک اطرافیان و مشاوران رئیس جمهوری آمریکا است که بسیار از اونها در سالهای باراک اوباما هم در کاخ سفید بودن. مقاله روایت میکنه که این کاخ سفید اوباما بود که عملیات مخفیانه اسرائیل در جمهوری آذربایجان رو افشا کرد تا از حمله احتمالی به ایران جلوگیری کنه در جریان مذاکرات برجام. و ادامه میده با اینکه باکو این فعالیت‌ها رو انکار کرد اما از همکاری‌های نظامی و اطلاعاتیش با اسرائیل کم کرد. روزنامه میگه بعدش کاخ سفید تلاش کرد با فرستادن مقام‌های ارشد به اسرائیل از نزدیک تحولات و سیاست‌های بی بی بنیامین نتانیاهو رو زیر نظر داشته باشه. مقاله معتقد این هفته هم این آمریکا بوده که خبر حمله اسرائیل به کشتی ایرانی در آب‌های دریای سرخ رو به بیرون درز داد تا اسرائیل رو زیر فشار بگذاره در گفتگوهای وین سنگ اندازی نکنه. به طور کلی این مقاله اشاره به اردوگاهی در واشنگتن داره، هم دموکرات هم جمهوری‌خواه، که معتقدن گهگاه اسرائیل با فعالیت‌هاش آمریکا رو به دنبال خودش می‌کشونه. آمریکا رو در مقابل کار انجام شده قرار میده چون میدونه واشنگتن نهایتاً پشتشو خالی نمی‌کنه حتی اگر مخالف کارش باشه. نویسنده این مقاله معتقد این اردوگاه در مواقع حساس مثل الان در جریان گفتگوهای وین تلاش می‌کنه با درز بعضی اطلاعات جلوی فعالیت‌های اسرائیل رو بگیره. با دست کم 11 کشته، تعداد معترضانی که در میانمار تا حالا جانشون رو از دست دادن به بالای 600 نفر رسیده. بیش از 2500 نفر هم بازداشت شدند. موجی که حالا دامنه چهره‌های معروف رو گرفته. در تازه‌ترین مورد گاردین بریتانیا از دستگیری یک نفر از این شخصیت‌ها خبر داده، اشاره به بازداشت پایان تاکونگ از بازیگران معروف میانمار. به گفته رسانه‌های محلی 8 کامل نظامی حامل نیروهای پلیس و سرباز به منزل مادر این هنرپیشه 24 ساله رفتن در یانگون و او رو دستگیر کردن. او در اعتراضات ضد کودتا شرکت کرده بود. به نوشته گاردین، هر روز تلویزیون میانمار نام و عکس هنرمندانی رو که به دلایلی مشابه تحت تعقیب قرار گرفتن پخش میکنه، کسانی که حالا تعدادشون به بیش از 100 نفر رسیده و بسیار از اونها پنهان شدند. دونالد ترامپ یک فروشگاه آنلاین راه اندازی کرده. تیتر دیلی تلگراف بریتانیا: بازگشت ترامپ به عرصه تجارت با گشایش یک فروشگاه آنلاین. علاقه‌مندان میتونن کالاهایی با نام و تصویر و لوگوی رئیس جمهوری پیشین آمریکا بخرن، اجناسی با شعارهای مثل آمریکا رو نجات بدید و من مقصر نیستم، من به ترامپ رأی داده بودم.
روزنامه میگه درآمد حاصل از فروش این اجناس به کمیته اقدام سیاسی آقای ترامپ به نام آمریکا را نجات دهید واریز میشه، حسابی که او میتونه برای نفوذ در انتخابات سال آینده کنگره و یا انتخابات ریاست جمهوری بعدی استفاده کنه. در ماه ژانویه و حمله هواداران او به ساختمان کنگره، فروشگاه اینترنتی آقای ترامپ روی شاپیفای تعطیل شد و این فروشگاه تازه روی پلتفرم جمهوری‌خواهان به نام وین رد باز شده. متشکریم که نگاه روز رو با ما تماشا کردید. قرار ما دوشنبه و این هم تصاویر روز.